هالکل زئوس، تحقیر شدن اوبروبر هالک و شکنجه دردناک اون. موجودی کیهانی یعنی کینگ آف کیاس از پادشاهان تاریک مارول بعد از مدت ها و قرنها از تولد زمین دوباره ظهور میکنه تا زمین رو به تاریکی محض ببره، جوری که زمین از اولش بوده، هیچ و پوچ سیاه و تاریک. حالا این وسط هرکول یه گروه ابرقهرمانی و از خدایان اولیمپوس رو دور هم جمع میکنه، مثل تور، سیلور سورفر، اعضای خدایان اولیمپوس، و با دور هم جمع کردن این اعضا میخواد که اون خدا یعنی کینگ آف کیاس رو شکست بده. با همدیگه به اون حمله میکنن و در نهایت اون رو شکست میدن و همش به حالت عادی برمیگرده و جهان به سیاهی پیش نمیره. بعد از این اتفاقات خانواده هالک و هالک فامیلی که تو این نبرد خیلی به گروه هرکول کمک کردن و کمک کردن که کینگ آف کیاس رو شکست بدن، توسط مردم خیلی هیت میخورن و مردم از خانواده هالک و خود هالک متنفر شدن، جوری که میگن اونای مش گول سبز به درد نخورن و فقط و فقط خرابی به بار میارن و یه جوری مردم اینجا قد نشناس شدن. به همین دلیل بروس بنر میره پیش هرکول و میگه که ما این همه به تو کمک کردیم و اگه که ما نبودیم حتی شاید تو اون نبرد با کینگ آف کیاس شکست میخوردید و جهان از بین میرفت. ما این همه به شما کمک کردیم ولی حالا مردم ما رو نمیخوان و ما رو هیولا صدا میکنن. یه کاری بکن و پیش مردم ما رو یه جوری خطاب کن که مردم به ما دوباره اعتماد بکنن. ولی خب هرکول میگه که من تمام شانس خودم و تمام قدرت خودم رو قبلا یه جا گرو گذاشتم و دیگه خدایان اولیمپوس به من گوش نمیدن و حرف منو بهش توجهی نمیکنن. اما خب یه نفر هست که میتونی با رفتن پیش اون کارتو اوکی بکنی و دیگه مردم تو رو هیولا خطاب نکنن. اون کسی نیست جز پدرم زئوس. ولی خب مراقب باش، چون اگه که دست از پا خطا کنی ممکنه که اون تو رو بکشه. بروس بنر عصبی میشه و با یه مشت تبدیل به هالک میشه و از پیش اون میره و به سمت زئوس حرکت میکنه. توی راهش مبانی زیادی رو داره. اولین فرد پوسایدن خدای هفت دریاه که میخواد به هالک حمله کنه و نمیخواد که اونو به زئوس برسونه. به اون حمله میکنه و با یه موج شدید اونو کیلومترها به عقب پرت میکنه. ولی خب هالک بعد اینکه به یه جزیره میرسه قایم میشه تا پوسایدن فکر کنه که اونو شکست داده و بره. بعد اینکه پوسایدن از پیش هالک میره و دور میشه، هالک جلوتر میرسه به خدای بعدی. خود بعدی کسی نیست جز آرتمیس، خود تیر و کمون و سگ. هالک باز هم نمیخواد به اون فایت بده و میخواد که فقط و فقط به زئوس برسه و از شر اینا خلاص شه. دو تا سگای وحشی خودش رو به هالک میرسونه ولی هالک اونا رو هاپو خطا میکنه و اونا رو پرت میکنه اون برا. آرتمیس میاد که عصبی بشه، هالک سری در میره و نمیخواد با هیچ کدوم از این خدایانی که سد راهشن فایت بده و نبردی اجرا بکنه. خدای بعدی بوریس خدای بات ها هستش و میخواد که هالک رو در هم بکوبه و با استفاده از قدرت بادیش اونو شکست بده. ولی خب اصلا هالک توجهی به اون و قدرتی اون نمیکنه و سری در میره. به خدای بعدی میرسه، آپولو فرزند خورشید. ولی خب باز هم این قضیه ادامه داره و هالک اونو احمق خطاب میکنه و به خدایان لقب احمق میده و از دست اون بازم در میره. میرسه به دروازه های اولیمپوس، جایی که تایتان ها بهش حمله میکنن. یه جوری میشه گفت هم تایتان ها رو شکست میده و هم از دست بعضی از اونا در میره. میرسه به سایه هرا، همسر زئوس و خود زئوس. زئوس میگه که بارها و بارها شده بود که کسی بیاد تا اینجا ولی هیچ کس مثل تو دل و جرأتشو نداشت تا به من برسه. زئوس در جا به اون یه رعد و برق میزنه و اون یعنی هالک خودمون بیهوش میشه. یه زئوس خیلی مغرور که خودشو قوی ترین خدای اولیمپوس و خدای یونان مینامه. یه کسی رو میاره پیش هالک تا به اون دست بزنه و ببینه که هالک زنده است یا نه و هالک از این موضوع عصبی میشه و فکر میکنه که زئوس اونو احمق و ضعیف داره خطاب میکنه و وقتی که عصبی میشه به اون میگه بزدل، یعنی به زئوس لقب بزدل رو میده و خب زئوس اونجاست که عصبی میشه و رعد و برق پیاپی خودشو توی اولیمپوس و جلوی هالک میگردونه. هالک همون لحظه با عصبانیت میگه که اگه من و خانواده سبز من نبود شما نمیتونستید از اون جهنم بیرون بیاید و کینگ آف کیاس یا پادشاه جهنم شما رو شکست میداد، شما به ما مدیونید. ولی خب زئوس با لبخندی تلخ و غرورآمیز میگه که ما به تو مدیونیم. آره درست میگی، من به تو مدیون نیستم پسر، من به هیچ کس مدیون نیستم. ما از شما قدرتمندتریم، باید حد خودتو بدونی. تو و خانواده تو اصلا به ما نمیرسید و هیچ کدومتون قدرت من رو ندارید. بدون شما هم من کار خودم رو پیش میبردم. ولی خب هالک با عصبانیت بهش میگه که من احساس بدی برای تو میکنم مانستر یا همون هیولا
و زئوس دیگه واقعا عصبی میشه و شنلش رو به همسرش هرا میده و میره که کار هالک رو تموم کنه. ولی خب هالک اصلا اونو قدرتمند نمیدونه و در اصل بهتره که بهتون بگم اونو قدرتمند میدونه ولی اون رو برتر نمیدونه و تا حد مرگ حاضره که با زئوس فایت بده. با هم دیگه مشت و مشت میکنن و هالک واقعا خوب داره با زئوس فایت میده و زئوس اونو دست کم گرفته و هالک با مشتش اونو پرت میکنه به یکی از ستونه اولیمپوس و یکی از ستونه اولیمپوس میریزه. حالا زئوس عصبانی تر میشه و رعد و برقشو به هالک میزنه ولی هالک جا خالی میده و واقعا خوب داره نبردو پیش میبره جلوی فرد خیلی قدرتمند به نام زئوس، قدرتمندترین خدای یونان. من تو رو شکست میدم عوضی، توی سبز هیچ کاری جلوی من نمیتونی بکنی. همونجاست که دیگه اونو ضعیف نمیشموره و مشتای پیاپی خودشو به هالک میزنه و اونو دست کم نمیگیره. مشتای پیاپی محکم و محکمتر، اصلا کم نمیاره و میگه که این نبرد منه، خفه شو. ولی خب زئوس عزم خودشو جذب کرده و مشتای پیاپی خودشو به هالک میزنه جوری که یه جوری ستون فقرات هالک میشکنه و ترک برمیداره و اون اشعه گاما بالا میاره. اون نابود شده و هرا میره بالا سر اونو میگه که برو، تو امتحان خودتو پس دادی ولی در حد این نبرد نیستی و نمیتونی همسر من شکست بدی، برو، تو از این بیشتر به مرگ نزدیک نشدی. هالک میگه که من برای خودم نیومدم نبرد انجام بدم، من برای همسرم و خانواده خودم اومدم که نبردی انجام بدم و برای سربلندی اوناست. هرا میگه که وایسا ببینم تو داری راجع به چی حرف میزنی. حالا همون لحظه است که ذهن هالک رو میخونه و میگه که اوه نه، واقعا تو به خاطر خودت نیومدی فایت بدی و به خاطر مانستر بودنت، تو به خاطر خانوادت اومدی اینجا نبردی و اجرا کنی و تو از درون به خاطر خانوادت داغون شدی. ولی خب هرا و زئوس به اون میگن که تو اینجا اومدی برای معجزه، ولی خب تو دین ما معجزه‌ای وجود نداره و تو راه رو اشتباه اومدی. من زئوس و همسرم هرا نمیتونیم به تو کمک کنیم و معجزه‌ای رو برای تو انجام بدیم، دیگه به اینجا نیا چون مرگت قطعی میشه پسر. همون لحظه است که زئوس با مشتی خیلی محکم اونو به طبقات پایین اولیمپوس پرت میکنه. بعد از اینکه هالک از بیهوشی در میاد و از خوابی سنگین بیدار میشه، میبینه که اون قل و زنجیر شده به تخت سنگی توی طبقات پایین اولیمپوس و خب درد خیلی بدی و زئوس به عنوان انتقام از اون داره میگیره. اون به سنگ قل و زنجیر شده و به هیچ عنوان نمیتونه تکون بخوره و کرکسای اونجا اون رو به طور دائم زنده زنده میخورن و تمام اعضای بدن اون و اجزای بدن اونو به صورت زنده میکنن و میخورن. ولی خب هالک از اون جایی که قدرت خود درمانی داره باز همه ترمیم میشه و باز همون کرکسا بدن اون رو زنده زنده میخورن، چش، دست و پا و بقیه اعضا. بعد 3 روز خانواده هالک میان اونجا و اونو از این عذابی که میتونست به عذاب ابدی تبدیل بشه نجاتش میدن. زئوس اون بالا میگه که من درسی به این پسر دادم تا دیگه خودشو در حد من، یعنی زئوس، ندونه و بدونه که این موجود فانی در حد من و در حد ما نیست.